زندگی نامه آقای محسن امیدخدا. ایشان طراح، نقاش و عکاس هنرهای تجسمی می باشند. عضو انجمن هنرهای تجسمی ایران و فرانسه، انجمن خراسان و انجمن میراث فرهنگی خراسان نیز می باشند. از زبان خودشان اینجور می گویند: نقاشی را از دوران کودکی با تشویق و حمایت پدر دنبال کردم. در دوران دانش آموزی نیز به توانایی در تجسم کارتون های کودکان مورد توجه و تشویق همکلاسی ها و برخی معلمین بودم. مفتخر به دریافت جایزه کتاب عظمت بازیافته که معرف رشد فرهنگی و هنری تمدن ایرانیان بود، خاطره فراموش نشدنی برای ایشان باقی گذاشته. ورود به دانشگاه هنر در دانشگاه تهران در سال 65 و تدریس همزمان به دانشجویان به صورت افتخاری و همزمان به اجرای آثار نقاشی و فروش تابلوها برای تأمین شرایط تحصیل و زندگی. سال 2000 آغاز سفر به امارات متحده عربی و برگزاری نمایشگاه در مرکز فرهنگی ابوظبی و دعوت به تدریس به هنرجویان عمومی و خصوصی علاقمند که از ملیت‌های مختلف بودند به مدت حدود 10 سال. سفر به عمان و شرکت در فستیوال فرنی در شهر سلاله. سفر به قطر و شرکت در نمایشگاه گروهی در شهر دوحه. شرکت در نمایشگاه‌های گروهی در ارمنستان، ترکمنستان، آذربایجان، افغانستان به صورت غیر حضوری. برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در شهرهای ایران، مشهد، تهران، چالوس، نوشهر، نیشابور، سبزوار، قوچان و غیره. سال 2005 آغاز سفر به فرانسه و 3 بار شرکت در نمایشگاه گروهی در شهر پاریس. 2007 سفر به ایتالیا و آلمان، مطالعه میراث فرهنگی و موزه ها و مراکز آموزشی و دانشگاه های هنر. تأسیس آموزشگاه و نگارخانه شخصی در شهرهای مشهد، چالوس و نوشهر. و برگزاری نمایشگاه های مختلف در مدارس و دانشگاه های ایران، موزه ها و گالری های متفاوت. درود و عرض ادب و احترام دارم. رسانه ای هستم از پرژن بارز جوایز پارسی در امریکای شمالی. در سلسله برنامه های سمینارها و گفتگوها با اساتید متخصص سرزمینمون در رشته های مختلف در خدمت آقای محسن امیدخدا هستیم. جناب امیدخدا، به برنامه خودتون، برنامه جوایز پارسی، خیلی خوش آمدید. خوشحالم که قراره که سخنان ارزشمند شما رو بشنویم. هستم خدمتتون. با درود و احترام، از ادب، خانم سانه‌ای محترم، امیدوارم که خوب و سلامت باشید و سپاسگزارم از همه تلاش هاتون. در خصوص موضوعی که لازم هست بهش بپردازیم و در این شرایط فعلی بسیار اولویت داره نسبت به مسائل فرهنگیمون و نقش اون در حوزه توسعه و فعالیت‌های فرهنگی، اون جایگاه میراث فرهنگی هست. میراث فرهنگی هویت ملی ماست و قطعاً اقتدار و اصالت جامعه ما و خردورزی و این دانش و این میراث کهن ملی کشور ما در ایجاد انگیزه و جهت دادن در مسیر ارزش هایی که موجب غرور ملی ما میشه، میراث نقش برجسته و ویژه‌ای داره و قطعا هنرمندان ما به این موضوع باید بیشتر بپردازن و جایگاه تاریخ هنر و فلسفه و حکمتی که در ادبیات ایران و میراث ما وجود داره
باعث بالندگی و شکوفایی جامعه ما خواهد بود. ما در آنچه که هویت میراث فرهنگی جهانی رو شکل داده، نقش تمدن و فرهنگ ایران و مسیر تکامل و تحولاتی که در مسیر فرهنگ جامعه جهانی به وقوع پیوسته، در واقع اندیشه و حکمت فلسفه ایران باستان نقش محوری و بنیادین داره و بدون شک جامعه شناسان و تاریخ نگاران ما حوزه ادبیات و فلسفه تاریخ هنر ایران رو در شکل دادن تمدن‌های غرب و شرق بهش اذعان دارن و ما باید بیشتر به این موضوع بپردازیم، مخصوصا در شرایط خاص کنونی که به هر شکلی سیاست‌های غریبانه‌ای در حوزه فرهنگ جامعه ما باعث جدایی نسل جوان ما از تمدن و ارزش‌های ملی کشورمون شده، قطعا هنرمندان ما باید به این موضوع بیشتر بپردازن و این تاریخ و ریشه های این فرهنگ هست که باعث امید به آینده و ایجاد انگیزه برای ساختن ایران فردا خواهد بود. لازم به توضیح نیست که منابع و مستنداتی که تاریخ نگاران غرب و پژوهشگران غرب، فرانسوی ها، ایتالیایی ها، امریکایی ها و دیگران در مستندات و میراث فرهنگ ملی کشور ما کارهای تحقیقاتی کردن و این اسناد رو حتی در موزه‌های خودشون نگهداری میکنن، اهمیتش چقدر قابل توجه و بررسی هست که این سرمایه ها چقدر در بالندگی حوزه میراث تمدن بشری در فرهنگ اونا چه تأثیراتی داشته و ما خودمون غافلیم. وقتی که به حوزه پژوهش و مطالعات تاریخ هنر ایران توجه میکنیم، میبینیم که از 400 سال پیش آکادمی سلطنتی انگلستان چهره های برجسته ای رو برای مطالعه تاریخ هنر ایران، فرهنگ و تمدن این سرزمین فرستاده میشن و منابع و مستندات و مکاشفه های اونها باعث کشف و تجزیه و بررسی کردن اسناد و منابع باستانشناسی ما میشه. این اسناد به چه ترتیب حتی به خارج از کشور برده شده و بسیاری از این آثار برای تحقیق و مطالعه در موزه های دنیا نگهداری میشن و متاسفانه حتی جامعه فرهنگی ما غافل از این ضرورت هست و من از جامعه هنرمندانمون درخواست و تاکید رو دارم که در این خصوص بیشتر کار تحقیقاتی داشته باشن. در دانشگاه هامون ما باید بیشتر دانشجویان رو با حوزه تمدن ایران که البته ما تاریخ جهانی رو باش در ارتباط هستیم و باید مورد مداقه و توجه ما باشه، خب نقش ایران و این تمدن در واقع نقش محوری داره و با کمال تأسف شاهد این بودم که کمتر به این موضوع پرداخته میشه و حتی در دانشگاه ما در واقع منابع تاریخ ملی کشور ما که باید بخش ویژه‌ای از مطالعات تاریخ هنر دانشجویان باشه کمتر بهش پرداخته میشه و یا حتی بسیار انقدر کم رنگ هست که به فراموشی سپرده شده و امیدواریم که به هر حال شرایط سیاسی فرهنگی که الان ما درش هستیم به سمتی هدایت بشه که برای شکوفایی جامعه فرهنگ هنریمون از در واقع مسیر آموزش و پرورشمون از دوران خردسالی جوانان ما و فرزندان این سرزمین آشنا باشن و من در این مسیر خب با برگزاری نمایشگاه‌هایی در مدارس و در دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی مختلف این تلاش رو داشتم که این توجه رو به وجود بیارم که مدیران و اساتید و معلمین و
دانشپژوهان ما در واقع این بازگشت و این رنسانس فکری و فرهنگی ملی کشورمون رو به جنایت بکنن و ما هیچ چاره‌ای نداریم که در مسیر غلطی که برای فراموشی میراث تمدن ایران و هر شکلی به وجود اومده در فضای جامعه ما، ما این مسیر رو اصلاح کنیم و در مسیر شایسته راه خودمون رو دنبال کنیم. باز هم سپاسگزارم. سپاس بیکران از سخنرانی ارزشمندتون و امید بر این دارم که ما در پرژن وارز بتونیم در سلسله برنامه‌های سمینارهای تخصصی با عناوین مختلف بیشتر در خدمت شما و دیگر اساتید سرزمینمون در خصوصا در بخش هنرهای تجسمی باشیم. اگر که اجازه بفرمایید از طرف خودم، از طرف شما، از تمامی مخاطبان جوایز پارسی در سراسر جهان خداحافظی میکنیم. تا دیداری بعد، بدرود.